بالله من الشیطان الرجیم و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله والله واسع علیم. در بحث ازدواج رسیدیم به مبحث تحقیق قبل از ازدواج و عرض کردیم که تحقیقات قبل از ازدواج دو نوع میتونه باشه، یکی تحقیقات مستقیم، یکی تحقیقات غیر مستقیم. البته این تذکر رو عرض میکنیم که بحث تحقیق کردن و بررسی کردن و شناخت پیدا کردن در اسلام نه تنها نسبت به دختر یا پسر قبل از ازدواج تأکید فراوانی شده است، بلکه خوب توجه بفرمایید، خواهش میکنم، بلکه نسبت به گرفتن شریک در کار، در هر کاری، بلکه نسبت به گزینش استاد و معلم و مدرس برای درس خوندن پیشش، بلکه برای اخذ دوست، دوست گرفتن، دوستیابی. و مواردی از این دست در شارع مقدس تأکید بسیاری روش شده که قبل از اینکه شما دوست پیدا کنی، قبل از اینکه همسر پیدا بکنی، قبل از اینکه شریک پیدا بکنی، قبل از اینکه پیش استادی بری درس بخونی، اول شناخت نسبت بهش داشته باشی که این استاد چگونه آدمی است، مطالبش رو از کجا می آورد، آیا جواب پرسش‌های شما را می‌دهد یا نه، تقواش چجوریه، چیزای دیگه، همه اینا رو بشینی بررسی بکنی بعد بری پیشه. شریک رو هم همینجور، همسر رو هم همینجور، دوست رو هم همینجور، چیزای دیگه هم همینطور. حالا مثلا امام جماعت هم میخوای شما بری برای مسجد در خانتون، برای مسجد محل کارتون، هر جا، اونم به همین صورت و از این دست. پس این بحثی که مطرح میکنیم، اگر ما فقط به یک مصداقش که ازدواج هست اشاره میکنیم، دلیل بر این نمیشود که این بحث فقط یک مصداق داشته باشه و اونم ازدواج باشه. شما میتونید جای ازدواج رو چند تا نقطه بذارید، چیزای دیگه که ما گفتیم بذارین، شریک بذارین، دوست بذارین، استاد بذارین، امام جماعت بذارین، چیزای دیگه هی عوض بدلش بکنین، هر چی میخواین جاش بذارین، همین چیزایی که داریم میگیم برای اون نام هست تا حدودیش، مگه بعضیاش که خاص ازدواج باشه. خب این مطلب چون روشن شد، حالا عرض میکنیم که در جلسه گذشتم گفتیم که تحقیقات و بررسی و شناخت قبل از ازدواج یکی از واجبات اخلاقی و بلکه تا حدودی فقهی ماست. خوب دقت بکنید، یعنی چی؟ یعنی این که حتما دختر و پسر، یا خانوم یا آقا، خانوم آقا که میگیم یعنی آقایی که ازدواج کرده باشه، خانومی که ازدواج کرده باشه، دوباره میخوان ازدواج کنن، شوهرش از دنیا رفته یا مطلق است، آقام همسرش از دنیا رفته مطلق است، میخواد دوباره ازدواجشون به هر دلیل، اینها باید قبل از ازدواج نسبت به هم دیگه تا اونجایی که میتونن شناخت داشته باشن و این شناخت را از راه تحقیق به دست بیاورن. ببینید، اول ما چند تا حدیث میخونیم که ببینید وجوب این کار رو که عرض کردیم درست میگوییم یا نه. در میزان الحکمه صفحه 3555 رجوع میفرمایید که میزان الحکمه میگیم که عربی فارسی هست، از یکی از معصومین سلام الله علیهم اجمعین نقل کرده که میفرماید اون حضرت، بعضی از شما از بعضی دیگر بیشتر نماز می‌خوانند، بعضی بیشتر از دیگران حج می‌گذارند، بعضی
بعضی بیشتر از دیگران صدقه میدهند، بعضی بیشتر از دیگران روزه میگیرند، اما برترین شما کسی است که شناختش برتر باشد و بیشتر باشد. یه توضیح کوتاه. ما یکی از مشکلاتمون تو جامعه اینه که وقتی میخوایم یه جا شریک پیدا کنیم، همسر پیدا بکنیم، میگیم آقا این پسره چجوری؟ میگه آره این پسره که اومده خواستگاری این دخترمون. عرض کردم حالا ما داریم فقط مسئله خواستگاری و ازدواج رو داریم میگیم. میگیم وقتی که میگیم این پسر اومده خواستگاری دخترمون، میگه کجا هست این پسره چیکار است؟ میگه آقا هر شب مسجد که ما میریم این طفلی داره اونجا صف اول داره نماز میخونه. بعد این مادر خونه میگه که خب دیگه چی؟ میگه دعاهای بین نمازا رو هم این میخونه، انقدر این قشنگ میخونه که نگو. میگه دیگه چی؟ میگه نماز دوم هم که تموم میشه دعای فرج هم میخونه و سلام و زیارت به امام حسین هم میده، با یه خلوصی هم میده، بعض وقتا گریه هم میکنه. چقدر این بچه با اخلاص هست. بسیار. اسلام میفرماید که این مطلب برای ازدواج اصلا ارتباطی به مسئله ازدواج نداره، که نه تنها کافی نیست بلکه ارتباط چندانی هم به مسئله ازدواج نداره. از این نظر که این آدم میاد تو مسجد نماز خون بودنش اگر تازه حق بازی نباشه، برای اینکه خیلی ها الان تو جامعه کنونی میان تو مسجد شروع میکنن نماز خوندن، عرض به خدمت که ادای مؤمنین رو در میارن، یه مدتی تو بازار هستن، چند تا چک میکشن حسابی کلاهبرداری که کردن، بعد میرن دیگه نمازا رو که همه رو چی کردن میرن دیگه اون ور آب به قول معروف، بعدن قضاشو اونایی که نخوندن هم اونور به جا میارن به امید خدا، تمومش با پولای مردم. اگر حق بازی تازه نباشند، اگر نباشد، اون چیزی نیست که ارتباطی به ازدواج داشته باشه. ولی متاسفانه ما میبینیم خیلی هم میبینیم که آره این پسره اومده حالا خواستگاری دخترمون، چی بگیم خانم بهش؟ خانم هم چون که خب شما میگه آقا من که ندیدمش، همش میکنه حالا یه جلسه میگیم بیا شما ببینیش این دختر خانم رو ببینتش، ولی این جوریه. میگه خب خوبه پس این بچه اینه. بعد این پسره میاد بعد 6 ماه 7 ماه یه سال هرچی دست این دختره که گرفت رفت، میبینن که بله این پسره مثلا رفیق بازه، این پسره مثلا عرض یک اخلاق خیلی خیلی بدی داشته که اینو جای بروز نمیدونه، وسط دعای فرج خوندن که نمیتونسته اونجا بگه که پشینید پشید گمشید گمشوید، همش دعای فرج کل ولیه که اللهم کل ولیه که الفرج، وسط دعا که نمیتونست فوقش بده، که وسط نمیدونم گفتن اذان و اقامه اونم اینها که نمیتونست فحاشی بکنه، که این دست به فحاشیش خوب بوده، دست به زدنش هم خوب بوده، این حالا اومده تو خونه هم میزنه هم فوش میده هم سر کارم درست نمیره هم یه چیزی هم بگینگی دود میکنه هم نمیدونم چهار تا کار دیگه هم رفیق بازی هم انجام میده، حالا خر بیار باقالی بار کن. بعدم طرف میاد چی میکنه چی میکنه، گور به گور بشن این مسجدی ها، تمام اینا که صف اول جماعت رو میزن همه یا رباخارند یا اینها دشمن خدان یا اینها بد اخلاقند بدخوند دست بزن دارن، یک سری آدم قالتاق کلاه بردار رفتن این صف اول وایسادن پشت امام جماعت، حتما اون امام جماعت هم مثل خودشونه. این نتیجه تحقیق نکردن، شناخت نداشتن، بدون بررسی کردن وارد میدان شدن. حالا این حدیث رو ببینی، آقا دیگه شما از این حدیث بالاتر میخوای؟ حالا من به شما عرض بکنم، امام باقر علیه السلام یک حدیثی داره که من اون رو نیاوردم اینجا، چرا؟ گفتم از هر جایی گلچین کنیم یک دونه حدیث برداریم بیاریم، چون خیلی احادیث، ده ها حدیث در زمینه معرفت که فارسیش میشه شناخت، تحقیق، بررسی داریم ما، ده ها حدیث از امامان مختلف، از پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم حدیث داریم در این زمینه. حدیثی از امام باقر علیه السلام هست مضمونش تقریبا این میشه که اون حضرت، اینجور که تو ذهن من هست از گذشته، حضرت میفرمایند که آقا
مؤمن اگه میخواین نگاه کنین چجوریه، نگاه نکنید به زیادی نمازش و به کثرت صومش یعنی روزش، نگاه کنید ببینید این آدم امانتدار هست یا نه، این آدم خوش خلق هست یا نه. خوش خلقی هم چیزی نی که خدا رحمت کنه مرحوم استاد ما رو رحمت الله علیه میفهمود که خوش خلقی هم به این نیستش که تعریفی داره، به این نیستش که مثلا هر چی گفتن این بگه بله چشم، یا هر ناروایی یا هر عرض به خدمتتون این که بی دینی بی عفتی بی حیایی رو هر جا میبینه تایید بکنه بگه بله بلکن آقا به ما رفتن یک لبخندی بزن، اینا خود تعریف خوش خلقی نیست. از اون طرفم خوشخلقی رو اونجا نمیسنجن که طرف شکمش سیره، خوب دقت بکنید، پولش رسیده، قرضی نداره، واماشو داده اقساطشو، اضافه هم آورده، کسی هم بهش بدهی داشته، بدهیشو یارو آورده به این داده، این طلبش هم گرفته، چهار تا کار دیگه هم درست شده، حالا هم داره میخنده به همه همش میگه باشه بله ابنن، یکی هم یه فوشی بهش میده تو خیابون میره، ای نداره آقا، به خود به هر که بد کند به خود بد کند، شعرم میخونه ضرب المثل، چرا الان حالش خوبه؟ میفرماین خوش خلقی رو میخوای بفهمی کجاست؟ در اونجایی که طرف خیلی الان دیگه حالش خوبه، مریضی نره، دندونش درد نمیکنه، نم فلانی، اینجا امتحانش بکنی. باید در موقعیت خودش نشون بده خوش خلقه. در موقعیت خودش کیه؟ اینکه الان ظهر گذشته، چکش برگشت خورده، گرسنش هم هست، هیچ جام سقا خونه نیست، لیوان آب بخوره، دهنش هم کف کرده، لبش هم خشکیده، داره راه میره، اون از این تسمه ها از این کارتون ها ورشن انداختن وسط معبر مردم، پاش تو این تسمه گیرده با سر خورده رو زمین، این آدم میخواد باش دو کلمه حالا حرف بزنی، آنچه که فحش در بایگانی خودش داره نثارت میکنه، اینجا به سنجش ببین خوش خلق، صبور، شکیباس یا نه. وگرنه این که در مثل یک بچه که من مثال میزنم برای شما، شما بچه کوچیک مثلا 6 ماهه رو، 8 ماهه رو، 1 ساله رو مثلا مادرش بهش شیر داده، زیر پاش هم تمیز کرده، محیط براش خیلی مناسب، فضا نه زیاد گرم نه زیاد سرده، خوابش هم کرده، بعد همش بازی میکنه، قه قه میخنده، دست میزنی به اینجای لپش میخند، به لبش دست میزنی میخند، اینجای کلش میزنی میخند. حالا همین بچه بهش شما مثلا این شکمش گرسنه باشه، زیر پاش کثیف باشه، یا یه دونه از این مسائل باشه، خوابش ناقص شده باشه، بهش همش هم چیکار، عزیزم جیگرم، لب برمیچینه، یه گریه وحشتناکی میکنه که نکن، میگه بچه نمیدونم مثلا نسناس شده، نمیدونم مثلا سازگاری نه، بابا این یا شکمش گرسنه است، یا یک بیماری درونی داره، یا ناخوابه، خوابش ناقصه، یا زیر پاش کثیفه. خب اون انسانهای بزرگ هم همینطورن. انسانو بعد برای چی پیغمبر فرمودن تو مسافرت انسانو میتونی شما دوستتو میتونی تو مسافرت ها پیدا بکنی، چند سفر باهاش بری ببینی واقعا چی کاره است، تو خرج کردن چه جوریه، خوابیدنش چیه، بلند شدنش چیه، غذا خوردنش چه جوریه، به پای تو سر کردنش چه جوریه. اینی خوش خلقی هم اینطور باشه که ما تعریفش رو عرض کردیم، نه، در اونجاست که سر بزنگاهش هست، باید ببینی که آقا این میتونه، حالا سر بزنگاهش طرف اومد یه خود عصبانی هم شد، ولی باید 100 درجه خودش عصبانیت نشون بده، 20 درجه نشون داد، بازم به این آدم میگن خوشخلق، بازم بهش میگن خوشخلق، به این نمیگن بدخلق. اینا تعریف خلق خوب هستش در اسلام. حالا نگاه کنید اینجا حدیثی که برای شما خوندیم، آقا مؤمن بودن به بیشتر نماز خوندنه؟ حضرت میفهمد نه، هر سفر میره حج، ایرانیان دولت آمده حج رو تعطیل کرده، از آذربایجان میره حج، از دبی میره حج، از کشور کویت میره حج، بله ما بازم خدا قسمت کرده سعادت نصیب ما شده داریم میریم حج. خب برو حج، برو حج، مگه چی خیر کردن اونجا؟ حج مگه برام من و امثال من و تو تحفه نتنز؟ مگه
حج برای کسی که فهمیده محتوای حج چیه، برای اون ارزش خاص خودشو داره. من و تو حج چی میفهمیم؟ بلیزا شما این حج طرف تشت میاد الان میبینید هم خیلی از این حاجی‌ها یا خیلی شماشون نصفشون باشه دانشجو دانشگاه رو شما ببین، میره همونطوره که میره بر میگردم همونطوره که برگشته، دوباره دخترخانه رفته اونجا با منتروسری داره را میره، با همون اطفاری که اینجا داشته اونجا با همون اطفار را میره. به چه دردی میخوره این حج؟ حضرت میفهمد بعضی از شما بیشتر از دیگران حج میگذارن، بعضیاتون بیشتر صدقه میدن، طرف واجباتش رو انجام نمیده. بهش میگی چرا وجوهات مالتو نمیدی؟ میگه خودم خرج میکنم با دست خودم. یک دارالایتامی هست، رفتم گفتم بچه ها هر ماه شیرشون پای من. مگه تو مادری که به اینو میخوای شیر بدی؟ غذای اینا هم چی چیشون پای من. رفتم گفتم که نمیدونم مثلا لباس عیدشون پای من. با اینو پای شما برو کار خوب. واجبات شما اینه که اگه بهت خمس تعلق بگیر باید بیرو خمس تو بدی. اصلا دارالایتام اداره کردن همه اون دارالایتام در طول سال هم جای خمس تو رو نمیگیره، یک میلیاردومش هم نمیگیره. این بیشتر میره صدقه میده، کار خیر میکنه، فلان میکنه. حضرت میفهمه بعضی دیگه همش روزه میگیرن، رجب و روزه است، شعبان و روزه است، عید قدیر رو روزه است، نیمه شعبان و روزه است، عرفه رو روزه است، شب عرفه هم شبش از شبش روزه میگیره، نمیدونم صبحش هم روزه است. خب حضرت میفهمن بعضی بیشتر از بعضی دیگه روزه میگیرن، اما حضرت فرمود برترین شما کسی است که شناختش بیشتر باشه و برتر باشه. یعنی بره دنبال تحصیل علم. شما حالا سوال میکنه که شناخت از چه مسیری به دست میاد؟ لازم اینو من بگم، الان من برای شما عرض میکنم، از رو حدیث عرض میکنم، جاده رسیدن به شناخت تحصیل علم، داناییه. تحصیل علم هم تو دانشگاه و حوزه همش نیست، انسان زحمت بکشه بده دنبالش که حالا عرض بکنه تو ازدواج به چه صورت در بیاره که تای این قضیه چیه. بعد پیغمبر فرمودن افضلکم ایمانا افضلکم معرفتا، با ایمان ترین شما با شناخت ترین شماست. ببینید مؤمن ترین چه آدمی صف اول جماعت وایسه، سه ماه رجب و شعبان و رمضان روزه بگیره؟ نه، خیرات و مبرات و فلا اینا بکنه؟ نه، اینا خوبه، ولی مؤمن بودن و خیلی مؤمن بودن به اینا نیست. نماز مستحبی زیاد باشه؟ نه، به اینها نیست. پیغمبر میفهمن مؤمن ترین شما با شناخت ترین شماست، یعنی رفته باشه بررسی تحقیقاتشو کرده باشه، شناخت پیدا کرده باشه، خوب و ابد بتونه تشخیص بده. امام صادق علیه السلام میفرمایند پروردگار متعال هیچ عملی را جز با شناخت نپذیرد. یعنی از رو بررسی و تحقیق، تو نگو بعد از 6 ماه دیگه اینایی که حزب اللهیان همشون دروغ میگن، همشون قالطاقن، حق بازن فلان. تو حزب اللهی رو با ریش شناختی، با یه دونه پیرن یقه بسته شناختی، با اینکه پیرنشو بندازه رو شلوارش به این گفتی حزب الله، چوبش هم داری میخوری، نوش جانت، گوارای وجودت باشه. اسلام چنین کسی رو حزب الله معرفی نکرده جان من. اسلام داره بیان میفرماد، اسلام میگه باید شناخت پیدا میکردی. شناخت به انداختن پیراهن روی شلوار، این طرف مؤمنه، همه بهتر وایسونیم جلو بهش اقتدا بکنیم، به این حرفا نیستش که. اسلام به عمامه نیست، به لباده نیست، به نعلین نیست، به قباده نیست، به ریش بلند و کوتاه نیست. اسلام به این حرفا نیست، به جای پینه روی پیشونی نیست. تمام ابن زیاده و معاویه ابن ابی سفیان ها و اینا، همه این ملائین تماماً و تماماً همشون لباده داشتن و عبا داشتن و عمامه می‌بستن سرشون که یه جوری خودشونو منتسب به دین بکنند و اینها. اسلام بصیرت، شناخت، آگاهی پیدا کردنه، باید انسان آگاهی داشته باشه. آقا این آقا پسر ریشه خوبی داره، خدا خیرش بده، ریششون نمیزن، صف اول جماعت، خدا خیرش، روزهای مستحبی هم داره میگیر، جزاکم الله خیر، این بایشته پیرنش هم انداخته روی شلوارش،
تسمیه هم دائما دستش، چه انگشتر خوشگلی، در نجفی دستش میکنه. فلان انگشتری که گفتن خیلی خاصیت داره ایشون دستش میکنه، رو انگشترش 5 تن رو حک کردن، خیلی خوب. اما اومده خواستگاری دختر، باید باش چجوری برخورد کرد؟ باید گفت همه این کاره که میگه خیلی خوب، من باید راجع به شما تحقیق بکنم، باید تحقیق بکنم، باید شناخت پیدا بکنم، باید نسبت به شما بصیرت پیدا کنم. بی بنده بله به شما، من تو مسجد فلان همه منو میشناسن، حاج آقا گفته اگه من این وقت نیومدم شما میتوانید جای من وایسی بهت اقتدا بکنن. حاج آقا گفته باش من میخوام دوماد بگیرم برای خودم، شوهر دختر میخوام برای خودم بگیرم، برای دخترم من میخوام شوهر بگیرم، من باید بصیرت و شناخت داشته باشم. اینا برا من نمیشه شناخت، اینا برا من نمیشه ملاک و معیار. امام صادق علیه السلام فرمود پروردگار متعال هیچ عملی را جز با شناخت نپذیرد و هیچ شناختی را جز با عمل. یعنی شناخت و عمل لازم و ملزوم هم دیگه هستن. شناخت باید با عمل باشه، قرین باید باشه. اگر که شناخت رو از عمل جدا کنی به درد نمیخوره، عمل هم دوزار نمیارسه، عمل اون عمل دوزار نمیارسه، شناخت تنها هم به درد نمیخوره، شناختش باید منجر به عمل بشه. بعد حضرت میفهمد پس هر که شناخت پیدا کند آن شناخت او را به عمل رهنمون شود و کسی که عمل نکند معلوم می شود که شناخت ندارد. چون شناخت اگه انسان پیدا کرد قطعا اون را به عمل رهنمون می کنه. شما الان نه پیغمبر رو دیدید، نه خدا رو می تونید ببینید و می تونیم ببینید، نه ائمه رو دیدید، نه امام زمان علیه السلام رو دیدید، ولی ایمان به اون حضرات دارید، ایمان به پیامبر دارید، ایمان به خدا دارید، چه ایمان به معاد دارید، در واقع یؤمنون بالغیب هستید، یا بگیم در واقع تؤمنون بالغیب هستید. ها چرا؟ چون رفتید به همین اندازه شناخت پیدا کردید، دیدید درست میگن، یک پیغمبری 1400 خورده ای سال آمده، این صحبتایی که کرده درست بوده، قرآن درست بوده، خدا درست بوده، ائمه درست بودن، شناخت پیدا کردن. هیچ کدوم هم ندیدید، تؤمنون بالغیب هستید، به این پنهانی ها همه ایمان آوردید. از چه طریقی؟ از طریق شناخت بررسی کردن. عزیزان راجع به دختر دادن و دختر گرفتن هم باید بررسی و شناخت داشته باشی. بعد امام حسین علیه السلام می فرماید از چه طریقی شناخت به دست می آید؟ حضرت می فرمایند تحصیل دانش، تحصیل دانش سبب باروری شناخت است. حالا ببینید، ما در جلسه گذشته عرض کردیم که از قدیم الایام مردان به عنوان خواستگاری نزد زنان می رفتن، درسته؟ از اونها تقاضای همسری میکردن. این مطلب خودش از مهمترین و بزرگترین عوامل حفظ حیثیت و احترام زن بوده. اسلام خواسته این مطلب پابرجا و برقرار باشه، ولذا از مرد خواسته که به خواستگاری زن بره، حرمت زن، حیثیت زن، احترام زن پابرجا باشه. ببینید چقدر اسلام مواظب احترام به زن هست. طبیعت مرد و خدای تعالی مظهر طلب و مظهر عشق قرار داده، مظهر تقاضا آفریده، غریزه مرد، طبیعت مرد، طبیعت باز وقتی به معنی غریزه هم میاد. زن رو مظهر مطلوب بودن و معشوق بودن آفریده. این یکی از تدابیر حکیمانه پروردگار متعال هست و شاهکارهای بزرگ خلقت واقعا هست که در غریزه مرد نیاز و طلب رو قرار داده، در غریزه زن ناز و جلوه و امثال اینها رو قرار داده. ضعف جسمانی زن رو خدای تعالی آمده در مقابل نیرومندی جسمانی مرد جبران کرده، عمدن این کار رو کرده که یکی به دنبال دیگری باشه.
او مرد باشه، این زن باشه. بعد این زن برگشته بدون اینکه دانشی داشته باشه. متاسفانه خانم های ما حقوق خودشون رو هم در اسلام نمیدونن چیه، اصلا عوضی فهمیدن. خیلی از اینها دنبال خیلی از چیزها میرن، اون خانم دنبال این میره که این ابروان خدادادی رو بتراشه، بره با سوزن با جوهر کارهای خطرناک، ریسک های بزرگ، کاری که خیلی از اینا رو کور کرده و کشته و سرطانیشون کرده، اما این کار رو میره انجام میده با همه مشقاتش که اسلام 100% با این عمل مخالفه و اونو حرام میدانه، بره این کار رو انجام میده، این ابرو رو میتراشه، یک ابروی خودش با سوزن و جوهر و مرکب و اینها درست میکنه به صورت خالکوبی، به خیال خودش، به تصور خودش که زیباتر شود. معلوم میشه این خانوم زیبایی رو هم نمیدونه یعنی چی. بعد میاد شوهرش میبینه وحشت میکنه از این، نمیتونه بهش بگه که من وحشت میکنم تو رو میبینم، یا شوهرم آدم احمقی خیال میکنه آره این چیز خوبیه، میره به این میگه این کار بکن. وقتی از نزدیک اینو میبینه دیگه نمیتونه تحملش بکنه. خیلی از اینا مراجعه کردن و به ما میگن چه کار بکنیم و موندیم، چون دیگه بعدش نمیتونه به حالت اول برگردونه. حالا منظور ما اصلا چیز دیگری است. شما ببینید خداوند تبارک و تعالی به مرد گفته که بره دنبال زن، زن مطلوب باشه، مرد طالب باشه، زن رو او به دنبال زن بره، احترام زن سر جاش باشه. زنا حقوق خودشون رو نمیدونن یعنی چی، عوضی گرفته قضیه رو. میگی میتونم منم برم خواستگاری مرد؟ چرا اسلام گفته مرد بیاد به خواستگاری تو؟ بابا اسلام گفته که تو بری مرد بیاد خواستگاری تو به خاطر احترام به توه، خودش که نفع اینه میبره از این قضیه. و صلواتی بفرستی تو عرض بکنیم. زن میپرسه چرا من کارهای مردانه انجام ندهم؟ برای اینکه طبیعت تو رو این گونه خلق نکرده. چرا من خواستگاری نروم؟ چرا من نروم دست به این کارهای خطرناک بزنم؟ چرا من دنبال زیبایی نباشم؟ برای اینکه تعریف زیبایی رو تو عوضی گرفتی. اول بیا اینها رو بفهم، بصیرت داشته باش، شناخت داشته باش، بعد با این شناخت دنبال این حرفا برو. چرا مرد خواستگاری کنه زن این کار رو انجام نده؟ در جلسه گذشتم یه اشاره کوتاهی من داشتم، این کار خلاف حیثیت و احترام زن هست که به دنبال مرد بره. برای مرد قابل تحمل هست که از زنی خواستگاری بکنه و جواب رد بشنوه و بره از زن دیگری خواستگاری بکنه، بازم جواب رد بشنوه تا بالاخره کیس مورد نظر رو پیدا بکنه. اما برای زنی که میخواد محبوب و اون معشوق و اون کسی که میخواد او رو در حد پرستش دوستش داشته باشه، میخواد بره از قلب یک مردی سر در بیاره و بر سراسر وجود او حکومت بکنه، قابل تحمل و موافق غریزه طبیعی اون نیست که مردی رو به همسری خود دعوت بکنه، یعنی بره خواستگاری و احیانا جواب رد که بشنوه اون وقت سراغ مرد دیگری بره. اولی که جواب رد بهش بده این زن فشل میشه، یعنی میره تو خونه یا افسرده میشه یا از نظر روحی یا روانی یا خدای نکرده خودکشی میکنه، چون اصلا همچین ظرفیتی رو براش خلق نکردن در عالم خلقت. شذ و ندر رو بذار کنار، رو شاذ و نادر رو بذار کنار، استثناءات رو بذار کنار. این بحث رو تا اینجا داشته باشی. حالا در خواستگاری عرض کردیم که مسئله شناخت و بصیرت خیلی مهمه، مسئله آگاهی. آقا آمدن خواستگاری دختر ما، جوانی داره میره خواستگاری دختر خانم، چه برای پسر چه برای دختر، بر هر دو واجب هست از نظر اخلاقی و تا حدودی فقهی. دقت بکنید، حالا میخون. برای یک آقا و خانوم هم که میخوان ازدواجی مجدد یا به هر دلیلی میخوان داشته باشن، عرض کردیم شوهر مرده، همسر مرده، یا طلاق گرفتن متعلقه هستن، میخوان برن مجدد ازدواج بکنن، اونا هم باید همین مسیر رو طی کنن، هم آقا هم خانوم، یا تحقیق مستقیم بکنن یا غیر مستقیم. تحقیق مستقیم چیه؟ تحقیق مستقیم اینه که خانوم یا دختر خانوم
خودش یا بالعکس آقا پسر یا اون آقا میخواد خودش مستقیماً از طرف تحقیق بکنه، در جلسه ای رو در رو این کار انجام بده، یا خودش بره دنبال این که این فرد چی کار است. حالا میگیم به چه صورت تحقیق باید انجام بگیره، با اون روش های تحقیق بره دنبال تحقیق کردن ببینه این آقا یا این دختر خانوم ببینه چی کار است. هر کدومشون اینو میگن تحقیق مستقیم، خودش میخواد اقدام کنه. در تحقیق غیر مستقیم اینجور نیست، اینه که این آقایی که میخواد داماد بشه یا اون خانومی که میخواد عروس بشه یک شخص ثالثی، دقت بکنید، یک شخص ثالثی که آدم مریض القلبی نباشد، موثق و معتمد و مورد وثوق باشد را پیدا بکنه، آدم دینداری باشه، پیداش بکنه، بگه آقا شما برو برای این که من میخوام میرم این فردی که اومده خواستگاری دختر ما چه جور آدمیه، این فردی هم که مثلا اومدم ما میخوام بریم عروس بگیریم برای پسرمون، خانواده عروس چه آدمی هم، چه این طرف چه اون طرف، درست؟ برو شما برای ما تحقیقی بکن، بدون این آدم خیرخواهه، نه این که این آدم موثقی که پیدا کرده با اون خانواده خودش یه لجاجتی داره، کینه ای یا کدورتی از اونا به دل داره، وقتی بهش میگه برو اونجا میگه باشه باشه من میرم، بره کلکی برگردی بیاد بعد اینا به درد شما نمیخورن، یا یه چیزی از خودش بسازه بگه به خاطر کدورت شخصی که با اون خانواده داره، چه برای مردش چه برای زنش. نه، اینجا باید دقت بکنه انسان، در تحقیق غیر مستقیم باید این دقت ها رو آدم بکنه. بهترین تحقیق چیه؟ بهترین تحقیق، تحقیق دو جانبه است، یعنی هم مستقیم باشه هم غیر مستقیم باشه. حالا شما من تا بقیهش هم بهش برام ممکنه بگی بابا یه زن میخوایم بگیریم یا شوهر میخوایم مثلا بکنیم چقدر درد سر داره، بیا بگیم بریم سر زندگی دیگه. یه وقت شما میخوای پیرن بخری، کت بخری، شلوار بخری، میخری میای، بالاخره یارو انقدر زبون بازه که بهت میگه بهت میندازه، به قول معروف بهت انداخت و میای میگی آقا این شلوار رو نمیخوره، میگه قال میدیم بچه داداشو میپوشه، میدیم مثلا نمیدونم خارزادمون به تن میکنه، میدیم مثلا به یکی که احتیاج داره اونم صدقه میدیم، تموش رفت خیالت راحت. ولی زن رو اگه گرفتی یا اگه شوهر کردی که اینجوری نیست که میدیمش به خارزادمون که، یا میدیمش به برادرزادمون که، موندی حالا چارچنگول که اینو چیکارش بکنی، اونجا دیگه راه برگشتت بسیار مشکله، بعد تبعات منفی داره. اینجا باید دقت بکنیم که وقتی میگیم تحقیق هر دو جانبه اگه باشه بهتره، هم مستقیم تحقیق کنیم هم غیر مستقیم. واقعا برای ازدواجمون یه وقت اینجوری بذاریم، انقدر وقتی هم نمیگیره ها، دست از تنبلی برداریم، ارزش خودشو داره، اون وقت اون نتایج مثبتش انشالله به ما عارض خواهد شد. اما عوامل مؤثر در تحقیق که خیلی ها میپرسن ما رفتیم خواستگاری چی بگیم تو مجلس خواستگاری، چی کار باید بکنیم؟ این نشسته رفته تو مجلس خواستگاری، اون دختر خانم اومده نشسته، حالا مثلا در ایران رسمه که مثلا میان چای میارن، مثلا چند تا چای میارن، مثلا میگیدن اینجا، حالا اگه چایی رو نریزه رو این بنده خدا، اگه نمیدونم مثلا چی نشه نم فلان، یه پرتقال هم مثلا میارن مثلا جلوی میوه میارن فلان. این پسره که نشسته از اول همه فکرش اینه که چجوری این پرتقاله رو پوست بکنه، چون پرتقالی که میوه های بد پوسته و بدخوره و تو مخزن جمع آدم نشسته و یه بنده خدایی بودی وقت توی مجلس خواستگاری رفته بود، اینا همه نشسته بودن، این حالا به قول معروف پدر عروس خانم بود و اینا، این طفلک این پرتقاله از این پوست نازکا بود که آب فراوونی داشت، این دید هر کاری میکنه چی نمیشه، ناخونش گذاشت وسط این پرتقال، اومد چی کنه، ناخون رفت، ناخونش تیز رفت تو پرتقال، آب پرتقال پاچید تو چش این پدر عروس. این یک نگاه غضب‌آلودی به این آدم کرد، من گفتم کار این تمام شد، رفت بنده خدا، همون خوش گفتم به من پرونده قضیه رو پشو تموم کن کارو، بیا کنار تا بعدن، حالا یعنی تا بره معالجه کنه چششو، عرض بخدم من مخارجش اینا رو فعلا دیگه برات نبرن پزشک قانونی، نه اون وقت دیگه بحث دیگری است،
آخه مرد حسابی، حالا این پرتقال خوردن داشت تو این مجلس؟ توپ بخوری حالا؟ پرتقال خوردن چی بود آخه؟ آب رو ما رو بردی؟ یا مثلا براش هم انار آوردن مثلا، حالا این ویرش گرفته ویار انار پیدا کرد دیگه، انار بخوره، انار نمیخواد بخوری حالا بشینه دقیقه بابا جان. اینو دیگه حالا تو مجلس خواستگاری این رفتن این براش میوه آوردن و نه مثلا چای آوردن و عوض این که به کارهای مهمتری بپردازیم اونا هم اصرار کرده این مثلا خواسته بخوره. حالا البته این هم یک بحثیه که انسان که اگر با شناخت نسبت به این قضایا جلو بره هیچ ابایی از انار خوردنم نداره، از پرتقال خوردنم نداره، از نمیدونم لیمو شیرین خوردنم هیچ ابایی نداره، هیچ ترسی نداره. انسانی که اعتماد به نفس داشته باشه هیچ ترسی از این حرف رو نداره. این خیلی مهمه اول زندگی، من بهتون عرض بکنم این مطلب. حالا بگذاریم، عوامل مؤثر در خواستگاری و در این تحقیق که گفتیم چیه؟ چگونه باید تحقیق کرد؟ من چند تا رو نوشتم برای شما عرض میکنم، بزرگترهای ما حتما این رو انتقال میدم به جوانایی که واقعا نیاز دارن. حالا جوانی هم از شما نپرسید که من مثلا چی بگم، شما روی کاغذ ثواب داره این کار، فضیلت داره، بنویسید بهش بدید، محض رضای خدا این کار رو انجام بدید. یکی از عوامل مؤثر در تحقیق و در جلسه خواستگاری تهیه یک سری سوالات هست. اینو همیشه بدونین که سوال کردن از طرف مقابل خیلی چیزها رو روشن میکنه. خیلی جالبه که من برای شما بگم بچه های وزارت اطلاعات که امروز به نام سربازان گمنام امام زمان علیه السلام شناخته میشن، حالا منهای بعضی هاشون که وقتی یک کارهای جست و گریخته انجام میدن، ولی عموما واقعا بچه های زحمت کش و واقعا هم گمنام کار میکنن و کارهای بزرگی هم انجام میدن، خدا انشالله همشون رو حفظ کنه و خیر بهشون بده انشالله. این افراد عرض به خدمتون که عده‌ای دارن تو خودشون به نام بازجو. خب بازجوها میشینن، افرادی که میارن مثلا طرف با این گروهک‌های ضد انقلاب و اینا ارتباط داره، میخوان بازجویی بکنن. خیلی موارد رو وزارت اطلاعات از تو خود سوالات در میاره، یعنی نحوه سوال کردن بسیار مهم. اینا حتما دقت بکنید، ولی طرف باید کار بکنه تو این زمینه. نحوه سوال کردن خیلی چیزا رو روشن میکنه. شما 10 تا سوال بنویس که مثلا دارم میگم بعضیاش بعضی دیگر رو نقض بکنه یا بعضیاش متضاد هم دیگه باشه. وقتی از طرف میپرسی مخصوصا یه خودم سرعت بدی به سوال پرسیدنت و به پرسش هات، بنویسی جواب ها رو، نه اونجا در جا بخوای که تحلیل بکنی، چون کمتر کسی هست در جا تحلیل بکنه. خود بازجو هم اینه که می نویسن جواب ها رو، سوالات رو بنویسی، جواب ها رو بگیری و بیاری در بیرون طی یک زمان خوبی که ذهنت خوب کار بکنه، به قول امروزی ها آنالیزش بکنی. آنالیز یعنی تفکیک کردن، معدل گیری کردن که این سوالو کردیم جوابش چی بود، پس چی میتونه باشه، تحلیلش چیه. اگه خودمونم بلد نبودیم به یک کسی که در این زمینه ورود داره مراجعه میکنیم، میپرسیم، میگه آقا ما این سوالا رو کردیم، پاسخا رو ما دادن، شما چی میفهمی از این پرسش و پاسخ؟ نتیجهشو بنویس. به یه نفرم قرائت نکن، دو سه نفر بپرس، بنویس. به هر حال از سوال و پاسخ خیلی چیزها به دست میاد، خیلی چیزها به دست میاد. خیلی از بزرگان ما بودن، طرف که میمد سوال میکرد ازش، حتی آینده این دانشجو رو اگه به عنوان دانشجو اینو مطرح میکرد، آیندهش رو حدس میزدن که این چی میشد. بعضی ها خیال میکردن اینا علم غیب دارن، در حالی که مثلا اون بندهای خدا علم غیبی هم نداشتن، لکن از روی تجربه خودشون گفت این سوال کرده، پاسخش که این شنید، این عکس العمل نشون داد، پس این یه همچین آدم میتونه باشه. حالا اینجا بحثی داره، یه قسمتش اصلا نمیشه گفت که من بخوام بگم، من خدای نکرده میره تو این هم چیزایی که مجلات دارم میسن برای این جوونها به عنوان اینکه فالگیری و فلان اینا، که خب اینا همه خرافات هست، لکن یه قسمت هایی داره که در این زمینه با بصیرت و آگاهی خیلی جالب هست، بحثش هم خیلی جذابه، لکن مورد مصرف ما فعلا نیست. خب این بحث سوالات، ما همه رو قبلا بنویسیم، زحمت بکشیم بنویسیم. آقا شما اسمتون، نام فامیلتون، محل کارتون، چی کار میکنید، چی میخرید، چی میفوشید، کجا هستید؟ عرض به خدمتون این که
چه رنگی رو دوست دارید، چه غذایی دوست دارید، میهمانی دوست دارید، ندارید، شب دوست دارید برید میهمانی، زور دوست دارید برید میهمانی. انسان ها طبقه بندی شدن تو عالم خلقت، از روی این سوالات خیلی مشخص میشن که کی تو چه طبقه ای قرار میگیره. خیلی واضح، خیلی تو همین جلسه خواستگاری تو همین مرحله اول پرسش و پاسخ جا میزنن، یعنی همچین میکنن من نمیتونم به این سوالات شما جواب بدم. یه بنده خدایی آمده بود پیش من، گفتش که من سوال کردم، یه خانمی گفت من سری سوالاتی کردم، این آقا گفته که یعنی چه، مگه اینجا کلانتری یا چیه که این سوالات شما میکنی که من نمیتونم اینها رو به شما جواب بدم، بعدها خواهم گفته اینا. گفتم قطعا این یکی از بچه های وزارت اطلاعات رفت تحقیق و گفت درست. گفت چرا؟ چطوری شما گفتی؟ گفتم بخاطر اینکه عادت دارن اینا که اطلاعات به کسی ندن، یعنی شیوه کارشون اصلا همینطور، اطلاعات به کسی که درست هم هست، اصول کارشون سعی کنن اطلاعات بگیرن. خودم یکی از بچه ها یا حراسته یا از این گزینشی هست یا این که گفت بچه شما درست گفتی، چندی مورد بوده اینا رو عرض کردیم. این دقت رو داشته باشید، سوال خیلی مسائل رو روشن میکنه. یه بس حالا من میگم بخوام برم توش خسته کننده شاید بشه، مصرفی هم اینجا نداره. دوم، تحقیقات محلی شامل محل کار، محل تحصیل، اطراف منزل، مسجد محل اگه مسجد تشریف میبرن، یا مکان فعالیت های فوق برنامه او، مثلا تو بسیج فعالیت میکنه، توی نمیدونم فلان ستاد فعالیت میکنه، تو فلان نهاد، تو فلان مؤسسه قرآنی فعالیت میکنه، میره انسان راجب این تحقیقات میکنه راجبش، یا مستقیم یا غیر مستقیم. این هم دوم. سوم، تحقیقات از افراد هست شامل دوستان داماد. دوستانم دو گروه هستن، اینو حتما به ذهن داشته باشید، گروه موافق، گروه مخالف. ما هر من که اینجا نشستم هم موافق دارم هم مخالف دارم. شما وقتی بخوای منو بشناسی باید از موافق من سوال کنی، از مخالف منم سوال کن، ببینیم موافقا چی میگن، مخالفا چی میگن. وقتی آنالیزش بکنید، مگه آدم مثلا خیلی معذرت میخوام خنگی باشی، وگرنه خواهی فهمید که آقا این وقتی موافقا اینو میگن مخالفا اینو میگن، کدوم راست میگن کدوم دروغ میگن. حالا عرض کردم فقط برای ازدواج نیست، برای هر کاری همینطوره. تحقیقات از دوستان داماد یا دوستان عروس، مخالفین و موافقین او. تحقیقات اگر این خانواده عروسی دارن، از عروس این خانواده حتما تحقیق کنید. عروس ها با یه دیدی میان توی خانواده وقتی جایگیر پاگیر هم که میشن، مخصوصا یک انتقاداتی همیشه دارن، ولی شما بنویسید انتقاداتشون، بنویسید یواشکی هم، واقعا هم امانتدار باشید. فرمایش امام باقر علیه السلام یادتون نره، دینداری به امانتداری است، امانتدار باشین. از عروسه تحقیقاتو نگیرید برید کف دست مادر شوهرش بزنید، زندگی اونا رو هم بریزین به هم دیگه، هنو خودتون ازدواج نکردین. امانتدار باشین واقعا. از دامادهای اون خانواده، از اساتید این فرد اگه احیانا دانشجوست یا توی حوزه است یا هر جا هست، از شاگردانی اگر داره از شاگردانش تحقیق بکنید، باز هم گروه مخالف گروه موافق. اگه کسی مخالفت کرد به مخالفتش بسنده نکنیم تو تحقیقاتمون، تا زمانی که موافقی نیز پیدا بکنیم بیاریم معدل بگیریم. معدل به ما چی میگه؟ خب چهارم، جلسه حضوری است. در جلسه حضوری اسلام خیلی حرف هام برای زدن داره، من وقت ندارم به شما بگم، فقط بهتون میگم وسائل و شیعه باب مقدمات نکاح یا مستدرک وسائل همین باب مراجعه بکنید، اونجا ببینید از پیامبر از ائمه چقدر حدیث آوردن. شاید ما برسیم بعضیش اینجا برای شما بخونیم. میفرماید شما تو مجلس خواستگاری رفتی اونجا، به جای اینکه بشینی سرت انداختی پایین، خواهد که میخواستی سرت مزی پایین، برای چی اومدی اینجا؟ اینجا آمدی، حالا اینجا که نباید خجالت بکشه، نباید حیا بکنه، نباید مثلا چی بکنه، باید اعتماد به نفسش بشه، سرش پایین.
اونم بعد میگه آقا بفرمایید چایی، همچین کنه، خیلی ممنون، بزنین خواهر اینجا و برین، خدا ذلیلت بکنه با این خواستگاری کردنه. آخه این چه خواستگاریه که تو داری میکنی؟ شما میخوای که طرف رو ببینی و بپسندی. اینجا ببینید احادیث ما چقدر داریم که اگه بتونیم بیان میکنیم. طرف رو خوب ببین، پیغمبر فرمود خوب ببین. اینجا از جاهایی است که اسلام اجازه داده تو طرف رو ببینی. حد اقل اقل که همه فقها روش نظر دارن تا اونجایی که من تحقیق کردم وجه و کفه این هست، خوب صورتش رو ببین بپسندی. اگر مهرش به دلت ننشینه هیچ فایده ای برای این زندگی نیست، اصلا دو ریال نمیارزه دیگه، اصلا مراحل بعدش رو نمیخواد بری جلو. اون ناصرالدین شاه اومد تو جبهه گفتش که فلون فلون شده، چرا شلیک نکردی دشمن حمله کرد و این منطقه رو از دست دادین؟ گفت قربان به هزار و یک دلیل. گفت یه دونه شو بگو ببینم. گفت فشنگ نداشتی. گفت هزار تا دیگه شو نمیخواد بگی، همین کفایت از اون هزار تا میکنه. من اومدم زندگی تشکیل بدم، همین چی میکنه؟ خب همه چیش خوب بود، خیلی عالی، خیلی جالب زندگیشون، همه چیش خیلی عالی، به درد ما خیلی میخورد. اونا میگه خب مبارک باشه، فقط چی؟ فقط من مهرش به دلم نشست، احساسی بهش ندارم، اصلا کفایت از همه اونها میکنه، هیچ فایده ندارم دنبال این زندگی رفتن، پیش به درد نمیخورد. مهمتر از هر مهم اینه که در بد و ام مهر طرف به دل شما بنشینه، که اون لیسکنو ایجاد بشه تو سوره مبارک روم، وگرنه به درد نمیخوره. فرمودن که خوب نگاهش کن، دخترم خوب نگاه کنه به این آقا. دختره اومده بعد از ازدواج همچین میکنه، من نمیدونستم اینقدر وسط سر این کچله، پس تو به کجای نگاه کردی آخه؟ پس تو چی رو دیدی تو مجلس خواستگاری؟ آره من الان دیدم که انقدر این وسط سرش موهاش ریخته خالیه، من چه می‌دونستم اینجوری؟ الان نگاه می‌کنم اینا نمیتونم با یه آدم زندگی کنم. آخه من چی بگم به تو؟ تو مجلس خواستگاری برای این گوشن که تو خانوم قشنگ این آقا رو نگاه بکنی، خوب خوب نگاهش بکنی، چش از این ور نداره، ببین اصلا میپسندیش اینو؟ آقام به خانوم همینطور. بعد فرمودن که ازش بخوام مثلا برو آقا یک دستمال کاغذی بیاریم بی زحمت بر من، یا اگه شد یه چای دیگه برا من بیاریم. ببین راه میره، اصلا راه رفتنش رو تو میپسندی؟ میپسندی تو یا نه؟ حرکات دستش، حرکات صورتش، من خیلی جالبه برای شما بگم، از نظر روانی تمام روانشناسان هم اینو متفقن، خود حرف زدن رو خیلی جالبه، چه زن چه مرد. فلان زن همچی میکنه، اخ اخ اخ. یکی منو دیده بود در یه جایی، محل کاری بود، محل کار اون بود، بعد دیده بود یه خانومی گفتش که چخش، یه چیزی پرسید، من پاسخش بهش دادم، گفت چخش شما وحشتناک حرف میزنی، خدا به دور، خدا به دور. راست میگه، ما حقم به اون میدیم، نه از اینجا که وحشتناک حرف میزنیم. طبیعت انسانها چه زن چه مرد اینه که یه کسی از مردی خوشش میاد که این همه شاعرانه صحبت کنه، سلام حال شما خوبی، یکی میگه اه اه این چه صحبت کردنیه، خوشش نمیاد. این واقعا هست، روانشناس هم همه اینا رو تایید کردن، میگه آقا من مردی خوشم میاد مردونه حرف بزنه، بگه سلام خوبی، این کیف میکنه. مثلا یکی میگه اوه اوه این چه خشنه اینجور صحبت میکنه. مرد هم همینطور، مثلا یه زنی میگه خوبی سلامتی، مثلا اسم پسره، مثلا حالا یه اسمی بیاریم از مرد، یکی تو مجلس همچی اسمی داشته باشه، مثلا میگم این مرده همون در درجه اول حالش منقلب میشه، نمیگیرتش این زن او رو، خوشش نمیاد. اون بلاکس یه مردی هست دوست داره زنش همینجوری حرف بزنه. اینا مسائل طبیعت کار هست، نمیشه گفت او نقص داره یا این نقص. نه، یکی از شل حرف زدن خوشش میاد، یکی از صف حرف زدن خوشش میاد، محکم حرف زدن خوشش میاد، یکی از طنازی خوشش میاد، یکی از طنازی زیاد خوشش نمیاد، یکی دوست داره شوهرش حرکات بچگونه براش انجام بده، یکی بسیار زنهایی رو من دیدم بسیار متنفرن از این که شوهرشون حرکات بچگونه انجام میده، اصلا وحشتناک بدشون میاد.
این زندگی ها اینجوریه که از اولش خدای نکرده بعد 6 ماه به هم میخوره، یا میرن توی زیر سقف 20 سال هم با هم زندگی کردن ولی نه این راضیه نه او راضیه، برای اینکه این جلسه رو نیومدن بشینن گوش بکنن یا امثال این جلسات. گفتار طرف، حتما گفتار طرف رو خوب گوش کنید. عادات احتمالیش، مثلا این طرف داره گوشه ناخونش رو میکنه، این بازگو کننده خیلی مسائل میتونه باشه. کی که عصبی داره رو چشمش، رو لبش، نحوه بیانش، عرض به خدمتتون که خود صورتش، پرش مثلا، خب اینا رو باید ببینید. یه وقت میبینی پسند که میگه آقا من با همین پرش صورتش میپسندمش، اب نداره. یه وقت میگه آقا نه من نمیخوام اینا رو که داره، خب همونجا ببین اینا رو. عاداتی که داره، عادتهای احتمالی، با ناخون پاش بازی میکنه، با ناخون دستش بازی میکنه، مثلا احیانا دستش میکشه به بینیش، مثلا گوشش رو همچین میکنه، مثلا دستش به ریشش میکنه، مثال دارم عرض میکنم. یا خمینی کسی بعدها خوشش نیاد، خب اینا اول کار میتونی خودت تشخیص بدی عزیز. این مسئله خواستگاریه. حالا ببینید، من چند دقیقه بیشتر فرصت ندارم. ببینید چند تا مسئله فقهی براتون بخونم. تحقیق کردن درباره هر یک از زوجین از هر کسی جایز است، اگرچه مستلزم یافتن عیوبی از او و یا خانواده وی باشد. این خیلی جالبه. حضرت امام، آیت الله گلپایگانی، آیت الله عراقی، حالا مراجع دیگر هم خودتون رجوع میکنید، به هر حال اینا مراجع تقلید بودن. عرض به خدمتتون که الان که مقام معظم رهبری هم که همون فتاوی حضرت امام دارن با یک کم و زیادی اندک. تحقیق درباره عیب‌های هر یک از زوجین یا خانواده‌های آنان اگر دخیل در ازدواج باشد اشکال ندارد و حکم تجسس حرام را ندارد. چون سوره حجرات شما میخونی ولا تجسسو، بعضیا تا میگی که آقا من میخوام راجبه خانواده برم تحقیق کنم ایشون چه جور آدمی ان، این خانم آقا همچی میکنه، والا من میترسم اشتباهی بگم غیبتشون بشه. اسلام، فقه، مراجع میفرماین اینجا جزء موارد غیبت نیست. شما هر چی که از این بنده خدا برای ازدواج میدانی باید برای اینها بگی، مگه خلوت اونها محسوب بشه؟ وگرنه عادتایی که تو اجتماع داره این اطلاع نداره، ولی شما دیدی که این راه میره یه پاش کوچیک‌تر از اون پاس، میدونی که این دختر خانوم مثلا فلان مشکل رو داره، این آقا پسر فلان مشکل رو داره، تک و توک سیگار هم میکشه، با یه سری دوستایی مثلا میره وقتی مثلا فلان، بعدش نمیاد با دخترها این پسره مثلا صحبت بکنه تو جامعه. تمام اینا رو تو تحقیقاتت بگو، اینا غیبت نیست، مگر خلوت طرف باشه که کسی ندیده باشه، وگر اینا غیبت نیست شما برو بگو. میفهمد جایز است به ازدواج برخورد پیدا بکنه نه چیزهای دیگرها. ما داریم راجع به ازدواج میگیم. این قسمت انسان میتواند فقط معایبی را جستجو کند که به ازدواج و شناخت هر یک از طرفین مربوط میشود. در غیر این صورت نمیتوان در زندگی افراد به بهانه ازدواج تجسس کرد، که خودتون میدونید خصوصیات زندگی کسی بریم داخل بشیم به بهانه ازدواج، این نه، این مسلمه، من و شما هم اینو میدونیم، هر عقلی هم تایید میکنه. اون چیزی که به ازدواج مربوطه، هر یک از زوجین می توانند مستقیما از یکدیگر درباره هم تحقیق کنند، مشروط به آن که این تحقیق مستلزم حرام نباشد. اینم شما میفهمی منم میفهم. برای ازدواج صحبت کردن برای ازدواج با یکدیگر اشکال نداره، حتی نوشته که دیدن یکدیگر، مثلا در این موارد خانوم با یه چادر معمولی میاد، با چادر سیاه نمیاد، میفهمن میتونی ببینی، اگر چه این چادر یه مقدار نازک بشه، مثلا دارم میگم پیراهنت مثلا قرمز رنگ خانم از زیر چادر معلومه، میفهمد اشکال نداره. بعضی از فقها فهمودن که فقط تحریک طرف نشه، که حالا اینم در جلسات آینده ما توضیحات زیادتر خواهیم داد. جنبندی این بحث این شد که
مسئله شناخت، تحقیق، بررسی در امر خواستگاری از نظر اسلام بسیار مهمه، چه برای دختر چه برای پسر، و باید این مطلب حتما دنبال بشه تا یک ازدواج موفق رو در پی داشته باشه. انشالله جلسه بعد و مواردی که در این باره انشالله پیرامونش خواهیم دانه. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. ما را با قرآن زنده بدار و با قرآن بمیران. مهدی بیا، 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 مهدی بیا. با صفاس اما بی تو صفا ندارد، گل با صفاس اما بی تو صفا ندارد، گر بر رخت نخندد در باغ جا ندارد، در باغ جا ندارد، پیش تو ماه باید رخ بر